آماده باشه فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان به سربازانش. خواست مشاور رئیس جمهور کرزی مبنی بر تغییر روش حکومت در مبارزه با مخالفان مصالح دولت. و صعود تاریخی تیم ملی فوتبال افغانستان در رده‌بندی فدراسیون جهانی فوتبال. برام خدا و با عرض سلام، امروز پنجشنبه 24 حدود سال 1391 خورشیدی برابر با 14 مارچ سال 2013 میلادی با رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان از تلویزیون آریانا خوش آمدید. مشروع خبرها. فرمانده نیروهای ناتو برای سربازانش در افغانستان دستور آماده باش صادر کرده است. جنرال جوزف دانفورد، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان، به فرماندهان تحت امر خود گفته است که در پی اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی، احتمال خطر برای نیروهای آمریکایی بیشتر خواهد شد. همزمان با این، حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، گفته است که اظهارات اخیرش در مورد آمریکا جنبه اصلاحی دارد، نه تخریب روابط افغانستان با آمریکا. شرح بیشتر گزارش ظاهر قادری. جنرال جوزف دانفورد، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، به سربازانش دستور آماده باش و تجدید تدابیر امنیتی صادر کرده است. با گزارش نیویورک تایمز، در بیانیه مرتبط به این دستور آمده که اظهارات ضد آمریکایی رئیس جمهور کرزی سربازان غربی در افغانستان را با تهدید عمله از سوی سربازان سرکش نیروهای امنیتی افغان و شورشیان روبرو کرده است. این توصیه معصوم به توصیه مقابله با تهدیدها در حال صادر شده که واکنش به حمله لفظی آقای کرزی به آمریکا چندین بار مطرح شده است. اظهارات حامد کرزی میتواند محرک برای حمله به سربازان ما باشد. او ممکن است دستورات نیز صادر کند که جان سربازان ما را به مخاطره اندازد. با این حال، نیروهای ISAF در اعلامیه فرمان آماده باش فرمانده ناتو برای افغانستان را تایید میکنند. این توصیه را با توجه به تلفات رو به افزایش در روزهای گذشته کرده است، دوراندیشی نمی باشد. امیر جنرال دانفورد خود نمونه ای از این گوش با زنگ بودن است. همزمان با این، رئیس جمهور کرزی در نشست با بزرگان قومی در کاخ ریاست جمهوری گفته است هزارات اخیرش جنبه تخریبی در روابط امریکا و افغانستان ندارد، تنها برای اصلاح روابط است. ما با امریکا رابطه نیک می خواهیم، دوستی می خواهیم، ولی دوستی بین دو ملت مستقل. هزارات اخیر رئیس جمهور افغانستان همچنان واکنش های تندی را در محافل سیاسی داخل و خارج از افغانستان در پی گرفته است. از سوی هم، ریاست جمهوری افغانستان میگوید آمریکا به نگرانی ها و خواست های حکومت افغانستان توجه نکرده و بهای بران قائل نیست. واگذاری مسئولیت زندان بگرام، بیرون شدن نیروهای ویژه آمریکایی از ولایت میدان وردک، اختلاف در مورد جنگ در برابر تروریسم و حاضر کردن پاکستان به همکاری با افغانستان از مورد تنازع میان کابل و واشنگتن است که سخنگوی ریاست جمهوری بران اشاره میکند. شرح بیشتر گزارش باز هم از ظاهر قادری. انتقادهای حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، از عملکردهای آمریکا در افغانستان در چند روز گذشته به بسهای داغ رسانه‌های ملی و بین‌المللی بدل شده است. همزمان با این، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دلیل این تنش‌های لفظی میان کابل و واشنگتن را بی‌توجهی آمریکا بر خواست‌های افغانستان می‌داند. مواردی که حکومت افغانستان از آمریکا می‌خواهد شامل واگذاری مسئولیت زندان بگرام، بیرون شدن نیروهای ویژه آمریکایی از ولایت میدان وردک و پایان عملیات‌های خودسرانه سربازان آمریکایی است. همزمان با این، حکومت افغانستان در رابطه با پاکستان و تعریف تروریسم از آمریکا روشنی می‌خواهد. نگرانی های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، مردم افغانستان و شخص رئیس جمهور افغانستان در سوی مقامات ایالات متحده آمریکا جدی گرفته نمی‌شه. اکثر عمل رئیس جمهور را می باشه که اظهارات و این نگرانی هایی را که داره در باره ای را با مردم شریک می سازه، با دنیا شریک می سازه و هدف ایست تا یک نوع اصلاحات با وجود بیاید در این راستا و ایالات متحده آمریکا در استراتژی جنگی خود، در پالیسی های خود در قبال افغانستان، منطقه و پاکستان خاصتا یک بازدیدنگری کنه. این اظهارات در حال مطرح می شوند که رئیس جمهور کرزی در هفته جاری دو بار در سخنرانی هایش آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این کشور به گونه پنهانی با طالبان مذاکره می کند.
برای پایان دادن به خشونت در افغانستان تا کنون راه بیرون رفت از سوی حکومت در پیش گرفته نشده است. دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی با بیان این مطلب میگوید از یک سو طالبان با انجام فعالیت های دهشت افغانی در تلاش از ضعیف ساختن پایه های نظامند و از جانب دیگر حکومت برای تقویت پایه های نظام کار انجام نمیدهند. در همین حال ظاهر قدیر عضو مجلس نمایندگان هشدار میدهد تا زمانی که گروه های سیاسی امتیازهای شخصی را نادیده نگیرند بحران در افغانستان پایانی نخواهد داشت. نصرت پارسا با شرح بیشتر گزارش. دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان در همایش در کابل از عملکرد مخالفان مصالحه دولت به ویژه گروه طالبان به شدت انتقاد می کند. دکتر عبدالله می گوید طالبان با انجام فعالیت های دهشت افغانی از جمله انجام حملات انتحاری و کشتار مردم می خواهند پایه های نظام کنونی را متزلزل بسازند. با این همه عملکردهای طالبان رئیس جمهور کرزی در برخی موارد این گروه را برادر خطاب می کند و حتی می گوید برخی این حملات کار طالبان نیست. اما این سخنان رئیس جمهور کرزی را رهبر ائتلاف ملی انتقاد می کند. آقای عبدالله همچنان می گوید جامعه جهانی در 11 سال گذشته به صدای مردم افغانستان گوش نداده و خواستهای اصلی آنان را برآورده نکرده است. جامعه بین المللی هم باید که آگاه بوده باشد که آنچه را که امروز می‌بینم نتیجه چیست؟ اما طوری که دولت افغانستان و صدای مردم افغانستان گوش نداد، جامعه بین‌المللی هم فقط از یک نفر حرف شنید تا به امروز. با این همه ظاهر قدیر عضو مجلس نمایندگان راه بیرون رفت از این چالش‌ها را در تغییر عملکرد سیاستمداران کشور می‌بیند. تا وقتی که رهبرای سیاسی، احزاب سیاسی با صداقت و با اخلاص برای نجات از بحران نشینن با هم و از امتیازات شخصی خود نگذرن و درد ملت را درک نکنن، هیچ وقت افغانستان ساخته نمی‌شود. با این همه برخی آگاهان امور و نیز شمار از مقام‌های حکومتی به این باورند که یگان راه بیرون رفت از چالش‌های کنونی در افغانستان تغییر در استراتژی پاکستان در قبال روند صلح در افغانستان است. عبداللطیف ابراهیمی مشاور رئیس جمهور کرزی و برادر عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان خواستار تغییر روش دولت در برابر مخالفان مصالحه دولت است. وی در مراسم خاکسپاری چهار عضو خانواده‌اش که روز گذشته در یک حمله انتحاری در ولایت قندوز کشته شد گفت که عاملان اصلی این رویداد باید شناسایی شوند. از سوی دیگر ولی قندوز از جامعه جهانی می‌خواهد که برای مهار کردن حملات دهشت افغانی در افغانستان مرزهای جنوبی با پاکستان را بسته کند. در عین حال فرمانده امنیه قندوز از بازداشت 8 تن در پیوند به حمله انتحاری دیروز در ولسوالی امام صاحب خبر می‌دهد. محمد قاسم نصراللهی گزارش دارد. مراسم خاکسپاری قربانیان حمله انتحاری روز چهارشنبه در بازی بازکشی امروز در ولایت قندوز برگزار شد. 4 تن از قربانیان این رویداد اعضای خانواده عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان بودند. عبداللطیف ابراهیمی مشاور رئیس جمهور کرزی و برادر بزرگ عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان در واکنش به حمله انتحاری دیروز از حکومت به دلیل تامین نکردن امنیت جان اعضای خانواده مقام‌های بلندرتبه دولتی انتقاد میکند. وی میگوید دولت باید استراتژی مبارزه با مخالفان مسلح و نیز کشورهای مداخله‌گر را در افغانستان تغییر دهد. این تقاضا همیشه شده که در قبال همچی یک حادثه دلخراش در وطن از طرف دشمنای کردیل که شناخته شده است، باید دولت سیاست روشن خود را داشته باشد، پالیسی خود را تغییر بدهد. از سوی هم محمد انور جگدلک والی قندوز خواستار ارائه تعریف مشخص از دشمن از سوی دولت است. وی همچنان میگوید جامعه جهانی باید از مرزهای جنوبی افغانستان به گونه جدی مراقبت کند و در صورت نیاز آن را بسته کند. سرحده ما را از طرف بیرون تعقیب بکنند. تمام از این مسائل از بیرون از افغانستان به با مردم افغانستان آماده هستند که مبارزه کنند و از وطن خود دفاع کنند و در این شک نیست که دشمنایی که از بیرون بیان و دشمنایی است که ریشه بین المللی دارد. در این حال فرمانده امنیه قندوز از بازداشت 8 تن به اتهام دست داشتن در حمله انتحاری دیروز خبر می‌دهد. انتحاری سندش از 18 تا 20 تا هنوز تثبیت شده. ما به ارتباط 8 نفر را دستگیر کردیم و بررسی‌های ما در جریان دارد.
یک مهاجم انتحاری شام چهارشنبه مواد انفجاریش را در پایان یک بازی بزکشی در برسواری امام صاحب قندوز منفجر کرد که در نتیجه 10 تن به شمول پدر، برادر عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان و دو عضو دیگر خانواده‌اش و 6 تن دیگر کشته و 8 نفر هم زخمی شدند.